بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شبکه فاکس نیوز به نقل از منابع خود گزارش داده است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، دست کم 32 دادستان به قتل رسیدند. با انتشار گزارشی در مورد وضعیت این شبکه روز شنبه 27 مرداد با انتشار گزارشی در مورد وضعیت دادستان‌های نظام پیشین افغانستان نوشته است که در این مدت حدود 100 دادستان دیگر زخمی شدند و یک دادستان افغانستان به این شبکه گفته که در حال حاضر 50 دادستان دیگر از حکومت پیشین در بند طالبان به سر می‌برند و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. گفته شد از میان 32 دادستان که به قتل رسیدن، 3 نفر آنان زن هستند. مقامات کشور عراق مرگ دست جمعی ماهی‌ها در باتلاق‌های جنوب این کشور را فاجعه زیست محیطی و اقتصادی نامیدند. حسین المریانی، یکی از اعضای شورای استانی میسان، روز گذشته طی سخنان اظهار داشت مرداب‌های هویزه شاهد مرگ میلیون‌ها ماهی به دلیل عدم رهاسازی آب و در نتیجه کمبود اکسیژن بوده است. گفتنی است مرداب‌های هویزه که بین استان‌های میسان و بصره در مرز عراق و ایران قرار دارد، مساحتی در حدود 1377 کیلومتر مربع است. این مرداب‌ها همراه با باتلاق‌های مرکزی زمانی بزرگترین اکوسیستم تالاب در اوراسیای غربی بود. رسانه‌ها و مقام‌های ترکیه از آتش‌سوزی گسترده در ازمیر، یکی از شهرهای پرجمعیت این کشور، خبر دادند که وارد سومین روز خود شده و تلاش‌ها برای مهار این آتش‌سوزی ادامه دارد. مقام‌های ترکیه اعلام کردند که در پی آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های شهر تفریحی ازمیر، تا اکنون صدها نفر از منازلشان تخلیه شده و به جاهای امن منتقل شدند. علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، اظهار داشت تا کنون 900 نفر از ساکنان 5 منطقه آسیب دیده از این آتش سوزی در ازمیر به جاهای امن منتقل شدند. نیروهای پشتیبان سری با حمله به روستایی در ایالت سنار در پی مقاومت مردم محلی به روی آنها آتش گشودند و افراد زیادی را کشتند. جنگ بین ارتش نظامی سودان به رهبری عبدالفتاح البرهان و شبه نظامیان موسوم به نیروهای پشتیبان سری به رهبری محمد همدان داگالو تا کنون حدود 150 هزار کشته، بیش از 10 میلیون آواره بر جای گذاشته و کشور را تا آستانه قحطی کشانده است. هر دو طرف به جنایات جنگ از جمله هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان و محدود کردن کمک‌های بشردوستانه هم متهم شدند. کافئین بر سیستم عصبی خودمختار بدن که ضربان قلب و فشار خون را کنترل می کند تأثیر می گذارد و ممکن است به قلب و همچنین سایر ارگان‌های بدن استرس وارد کند. محققان می گویند که مصرف بیش از 400 میلی گرم کافئین، تقریباً 4 فنجان قهوه یا نوشیدنی انرژیزا در روز می تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را در افراد افزایش دهد. کافئین زیاد موجود در قهوه، چای و نوشیدنی‌های انرژیزا ممکن است ضربان قلب و فشار خون را افزایش دهد که این امر بر میزان خطر بیماری‌های قلبی تأثیر می‌گذارد.